با درود به همه بیننده عزیزم، آدریان هستم. با یه آشپزی دیگه به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوایم یه غذای خیلی خوشمزه درست کنیم که غذای معروف جنوبی هست، قلیه ماهی. قبل از اینکه درست کردن این غذای خوشمزه رو شروع کنیم، برای حمایت کردن کانالم لطفاً سابسکرایبش کنید و اگه دوست داشتین ویدیوام رو زودتر از همیشه تماشا کنین، پایین همین ویدیو روی شکل زنگوله کلیک کنید. مواد اولیه: گشنیز و شنبلیله خرد شده 300 گرم، آرد 1 قاشق غذاخوری، پیاز رنده شده 2 عدد متوسط، سیر رنده شده 1 بوته، آب تمر هندی 2 پیمانه و نصف. مقدار سبزی این قلیه ماهی باید 250 گرم گشنیز باشه و 50 گرم شنبلیله. اگر بخواین مقدار زیادی از شنبلیله استفاده کنید، خورشتون رو تلخ میکنه. اگر شنبلیله در دسترس نداشتین، میتونید از 2 قاشق غذاخوری شنبلیله خشک استفاده کنید. پیاز رو با رنده درشت رنده کنید و سیر رو با رنده ریز. در مورد تمر هندی، حدوداً بستای تمر هندی 250 تا 300 گرمه. داخل یه ظرفی بریزید با 2 پیمانه آب جوش. اجازه بدید حدود 1 تا 20 دقیقه توی آب جوش بمونه. بعد از این زمان از صافی ردش کنید، توفاله و هسته تمر هندی رو جدا کنید. آب تمر هندی رو برای این خورش استفاده میکنیم. ماهی 500 گرم. شما میتونید از شیر ماهی یا ماهیایی که بدون تیغن استفاده کنید، که اینجا من از ماهی سالمون استفاده کردم. و اگه دوست داشتین میتونید زمانی که ماهی رو دارین پاک میکنید کاملا تیغای ماهی رو خارج کنید. زعفران آب کرده 1.5 قاشق غذاخوری، آرد 1 پیمانه، فلفل قرمز نصف قاشق چایخوری، زردچوبه نصف قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، پودر سیر نصف قاشق چایخوری، که این ادویه رو با آرد کاملا مخلوط کردم. ادامه طرز سرخ کردن سبزی این خورش رو بهتون آموزش میدم. میریم که با هم ببینیم که سبزی این قلیه ماهی رو به چه صورت سرخ کردم. پیاز رو هم میریزیم داخل یه قابلمه، میذاریم کمی تفت بخوره و طلایی رنگ شه و ادامه کار رو با هم میبینیم. سبزیتون رو بشورین، کامل خوردش کنید و داخل تابه بریزید. باید سبزی کمی با گرما حرارت ببینه تا آب سبزی جمع شه. سبزیمون حدود 10 دقیقه است که روی حرارت، همونطور که کف ظرف رو میبینی آب سبزی جمع شده. تو این مرحله باید روغن بهش اضافه کنید. حرارت باید تو همه این مراحل ملایم باشه. حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن اضافه کنید، کفایت میکنه. باید اجازه بدیم سبزی توی روغن کمی سرخ بشه. اینکه سبزیامون سرخ شد، پایان کار رو با هم میبینیم. حدود 1 تا 20 دقیقه این سبزی رو با روغنی که ریختیم تفت دادیم و توی این مرحله سبزیمون آماده است. من نمیخوام زیاد سبزی رنگش رو به سیاهی بره. تا همین اندازه کفایت میکنه. زیر حرارت رو خاموش میکنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم. خب بعد از اینکه آب پیاز تبخیر شد و پیاز کمی نرم شد، روغن بهش اضافه میکنیم و میذاریم کامل پیاز توی روغن سرخ بشه. زمانی که رنگ پیاز به این صورت طلایی شد، مقدار سیری که داریم رو اضافه میکنیم. کمی زردچوبه اضافه میکنیم. حالا مقدار آردی که داریم رو یه قسمت از این قابلمتون بریزید و تفت بدید. حالا کل مواد رو مخلوط کنید. مصرف این مقدار آرد توی این خورش برای اینه که خورشمون به غلظت برسه. حرارت باید متوسط رو به پایین باشه. سبزی هم که داریم رو اضافه میکنیم.
کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم، کمی نمک اضافه میکنیم. طعم و مزه این غذا باید رو به تندی بره. توی این مرحله باید از یه قاشق چایخوری فلفل قرمز استفاده کنید. اگر تمایل نشنین خورش تند شه میتونید اضافه نکنید. بعد از اضافه کردن فلفل تند و نمک، کل مواد رو با هم دوباره مخلوط میکنیم. توی این مرحله آب تمر هندی که داریم رو اضافه میکنیم. که خواستم تمر هندی رو درست کنم، از 3 پیمانه آب جوش استفاده کردم. 3 پیمانه آب جوش برای این خورش کفایت میکنه. اگر دوست داشتین میتونید از نصف پیمانه دیگه هم استفاده کنید. مخلوط کردیم، اجازه میدیم که خورشمون به جوش بیاد. از اینکه خورش به جوش اومد، ادامه کار رو با هم میبینیم. خورش به جوش اومده، درب قابلمه رو ببندین، حرارت رو کم کنید و بذارین خورشتون جا بیفته. تو این زمان برنجتون رو آماده کنید و ماهی رو هم باید سرخ کنید. میریم که با هم ماهی رو سرخ کنیم. در ابتدای کار زعفرون رو به ماهی ها کاملا آغشته کنید و بذارید حدود 1 ربع تا 20 دقیقه بمونه تا زعفرون به خورد ماهیاتون بره. برای درست کردن ماهی، بعد از اینکه ماهی ها رو به زعفرون آغشته کردین و کل آرد و ادویه رو با هم مخلوط کردین، ماهی ها رو به این صورت داخل آرد غلتشون میدین. و با تکون دادن ماهی آردهای اضافه رو از ماهی جدا میکنیم و ماهی رو با آرومی از قسمت پوست ماهی میذاریم سرخ بشه. ماهی ها رو به این صورتی که دیدین انجام میدیم و طرف ماهی سرخ شد، ماهی ها رو برمیگردونیم تا سمت دیگه ماهی هم سرخ بشه. از زمانی که خورش به جوش اومد و شعله رو کم کردیم، نیم ساعت گذشته و خورشمون حدوداً جا افتاده. همونطوری که تو ویدیوهای قبل گفتم، زمانی که روغن خورش به سطح خورشتون میاد، نشونه اینه که خورشتون جا افتاده. ماهی های سرخ شده رو به آرومی اضافه میکنیم و بعد از اضافه کردن ماهی ها درب قابلمه رو ببندین. حدود 1 ربع دیگه باید ماهی ها توی خورشمون بمونه تا مزه خورش رو به خودش بگیره. در پایان خورش رو داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم و پایان کار رو با هم میبینیم. قلیه ماهی ما حاضر شد، مثل همیشه تقدیم شما. همونطور که دارین میبینین، ماهی ها بافت خودشون رو از دست ندادن. زمانی که دارین سروش میکنید تو ظرف مورد نظر، باید به آرومی این کار رو بکنید. غذای خوشمزه رو درست کنید. نظراتتون رو برای من کامنت کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و به اشتراک گذاریش رو فراموش نکنید. مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودین. تا یه برنامه دیگه شاد و پیروز باشین. بدرود.